سلام پروفمو و دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا میکنید. آروم زدم رو میز که بعدا وقتی میخوام صدا رو ادیت کنم به مشکل در نخورم. دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا میکنید. قبل از هر چیز دلیل اصلی که این ویدیو رو دارم میسازم رو بهتون بگم. این ویدیو یه دونه آنباکس از یه لپتاپ شرکت لنوو. خب بچه‌ها میدونید من معمولا از لنوو آنباکس میکنم به دلیل اینکه بیشتر به این برند اعتقاد دارم. خلاصه هفته پیش لینکش این بالاست یه دونه ویدیو ساختم در مورد کارت گرافیک MX350. توی اون ویدیو بررسی کردم که آیا میشه باهاش کار گرافیکی انجام داد یا نه. جواب مثبت بود، ولی لپتاپی که روش تست کردم لپتاپی نبود که دلچسب خودم باشه. اما این لپتاپ واقعا لپتاپ کاملیه. دلیل اصلی این که دارم آنباکسش میکنم به خاطر اینکه قیمتش زیر 20 میلیون تومنه. بررسیش میکنیم ببینیم چجوری هست. قبل از اینکه آنباکس رو شروع بکنیم ازتون میخوام که لطفاً کانال من رو سابسکرایب بکنید و اگر کامنتی هم دارید اون پایین بذارید، تلاش میکنم همش رو جواب بدم. خب بچه‌ها بریم سراغ آنباکس. قبل از هر چیز اسم لپتاپ بهتون بگم، لنوو آیدیا 5. خب این لپتاپ خیلی نظر منو جلب کرد. از هفته پیش که ویدیویی که ساختم خیلی دلچسب خودم نبود، البته نه ویدیوش، اون لپتاپی که روش آنباکس انجام دادیم و MX350 رو تست کردیم خیلی دلچسب خودم نبود. یکی از دلایل عمدش اون صفحه نمایش لپتاپ بود به خاطر که از پنل TN استفاده میکرد. گشتم یه لپتاپ واقعا مناسب واسه کار گرافیکی پیدا کردم، حالا واسه کسایی که میخوان کار گرافیکی انجام بدن مثل من، توی حوزه تولید محتوا کار میکنن و میخوان ویدیوهاشون رو ادیت بکنن. حالا اینکه من میگم ادیت ویدیو، من بیشتر منظورم پلتفرم یوتیوب هستش، چون توی این پلتفرم ادیت ویدیو خیلی جدی هستش و کسایی که میخوان خب جدی کار بکنن حتما باید لپتاپ داشته باشن. ابزار اولشون یه لپتاپ مناسبه که بتونن ویدیوهاشون رو ادیت بکنن. به خاطر همین من رفتم گشتم این لپتاپ رو پیدا کردم. واقعا اگر فیچراشو بهتون بگم حظ میکنید. بریم سراغ آنباکسش. خب در جوش رو باز کنیم. همونطور که میدونید توی جعبه لپتاپ معمولا یه دونه لپتاپه و آداپتور رو اینطور داستانا. حتما میدونید که همه لپتاپ‌ها آداپتور دارن، به خاطر همین خیلی سراغ این چیزاش نمیریم. آداپتورش سوزنیه که بعدا روی پورت‌ها به ازون معرفی میکنم. و دیگه یه همچی چیزی الان که دیدمش متوجه شدم اینو چرا توی جعبه گذاشتن. یه کابله که میره روی بورد قرار میگیره به همراه پورت ساتا برای هارد SSD ساتا یا هارد معمولی ساتا. خیلی باهاش کاری نداریم. کاتالوگ کارت گارانتی این فوما گیرن کنار، به قول بعضی مشنبا و خود لپتاپ. یه رنگ گری اسپیس گری به سبک اپل، رنگش خیلی خوبه. جنس بدنش از پلاستیکه به خاطر اینکه لنوو تماما تلاش کرده قیمتش رو پایین بیاره، ولی خب از فیچرهاش کم نکنه. نسبت باریکیش خوبه. میخوام اول از همه تست توزیع وزن رو داشته باشم. بلند میشه، میتونم با یه لپتاپ دیگه تستش کنم. لنوو آیدیا پد گیمینگ 3 که چقدر هم سنگینه، بلند نمیشه. و
اسم 540 که بلند نمیشه از روی زمین، ولی این لپتاپی که الان داریم تستش میکنیم توزیع وزن خیلی مناسبی نداره. اما بریم سراغ فیچرهاش. یه دونه از اینا داره، من قبل از اینکه روشن بشه خاموشش بکنم برای اینکه وسط ویدیو درگیر نصب ویندوز و پریمیر واسه تست و اینا نشم. کاری که انجام دادم این بودش که دادم تعمیر کننده روش ویندوز نصب کرد. خب بریم سراغ فیچرهاش. فیچرهای اصلیش، پنلش IPS هستش، ولی مثلا مثل لپتاپ S540 یا حالا لپتاپ 30 میلیون تومانی پنل IPSش درصد بالایی از sRGB کالر رو ساپورت نمی کنه. وقتی که روشنش بکنم متوجه میشید که یکم تصویر دارکتره، یکم تصویر ماتره توش. خب ولی این ربطی به پنل ماتش نداره. این از این. مورد دوم، CPUش i5 نسل 11 آخرین نسل CPU های اینتل که الان توی سال 2021 توی بازار هستش، انویدیا MX450 بچه ها، یعنی جدیدتر و آخرین نسل MX توی بازار هستش، انویدیا MX450. مثل همون لپتاپ قبلی برای کارت گرافیک آنبورد از اینتل آیلیس بهره میبره. قبلا هم گفتم همون سری که در واقع روی سرفیس 7 پرو و سرفیس 7 پلاس استفاده میشه. 8 گیگ رم داره، SSD 512 داره، لود ویندوزش فوق العاده عالی و سریه. از فیچرهای دیگه‌اش اینه که با این قیمت الان اگر بخواید این فیچر رو داشته باشید، معمولا روی لپتاپ‌های 27 تومن به بالا باید این فیچر رو داشته باشید. کیبوردش بکلایت داره و سنسور فینگرپرینت، یعنی هیچ چیزی رو از فیچرها از روی لپتاپ کم نکرده. و بریم سراغ پورت هاش. شیاره SD کارت، دو تا پورت USB 3.1 و این طرف لپتاپ در واقع پورت بعد که به صورت گرد هستش، Type-C. شاید بهتون میگم به درد بخورترین پورتی که میتونید روی لپتاپتون داشته باشید، چون به واسطه یه دونه هاب میتونید اکثر پورت ها رو از قبیل LAN، از قبیل HDMI، از قبیل پورت USB و آدیو بهش اضافه بکنید، پورت HDMI برای خروجی تصویر و یه دونه هم پورت اینتیگریتد جک سونی میلیمتری صدا که هم اسپیکر رو سپورت میکنه، هم میکروفون رو، دقیقا مثل پورتی که روی موبایلتون وجود داره. توی این لپتاپ که حالا من کمتر روی لنوو دیده بودم، اسپیکرها توی این دوتا قسمت وجود نداره. آوردتش بالا، 4 تا اسپیکر کوچولو به جای 2 تا اسپیکر این بالا کار کرده، که البته به خاطر که رو هستش صدای بهتری هم بهتون میده. مدلش هم یه بار دیگه میگم، IdeaPad 5، یعنی سری IdeaPad 5 هستش. حالا فیچرهای مختلفی از این سری وجود داره که این واقعا کامل ترینشونه. و یکی از ویژگی‌های خیلی خوبی هم که داره، باتریش فست شارژ ساپورت میکنه، مدت زمانی کمتری برای که لپتاپتون رو شارژ بکنید. میخوام که خیلی سریعتر وقتتون رو نگیرم، برم سراغ اینکه تستش بکنیم و من میرم اینا رو آماده میکنم برای تست کنار یه دونه S540 با گرافیک 1650 GTX میذارمش، یه رندر میگیریم ببینیم که وضعیت رندریش به چه صورته. ولی اصلا قصدم مقایسه این دوتا کارت گرافیک یا این دوتا لپتاپ با هم دیگه نیستش بچه ها. من فقط 1650 رو میذارم که یه شاخص داشته باشم، 1650 رو به عنوان یه گرافیک خوب میذارم کنار این که یه شاخص فقط داشته باشم که ببینم به نسبت اون
سرعتش چجوریه. دمتون گرم که ویدیو من رو تا اینجا تماشا کردید. در ادامه هم همراه من باشید. بچه من هر دوتا لپتاپ رو آماده کردم، روی این لپتاپ هم پریمیر پرو نصب کردم، یه پروژه روش کپی کردم، آماده رندر گرفتن هستش. حالا میخوایم ببینیم که وضعیت رندر گرفتنش چجوریه. من سعی میکنم که به صورت همزمان هر دوتا دکمه اکسپورت رو فشار بدم و بعد منتظر باشیم نتیجهش رو ببینیم. سعی میکنم تا حدود مثلا 50% ویدیو رو رندر بگم، بعد اونجا مقایسه بکنیم ببینیم که این لپتاپ با MX450 چقدر برای کار گرافیکی مناسب هستش. البته من خیلی بهش اعتقاد دارم، میدونم که رو سفید هم میکنه. بریم ببینیم که چجوری هست. واقعا انقدر رقابتشون با هم دیگه جذاب بود که دلم نیومد تا 100% رندر رو پیش نریم. همونجوری که دیدید انقدر خوب بود که میتونم بگم واقعا اصلا کار رو تموم کرده. با این قیمت، با این کارت گرافیک واقعا کار رو تموم کرده. جوابش رو به من پس داد و مطمئنم که از این به بعد اگر یه روزی یه دونه لپتاپه MX450 بگیرم لنگ نمیمونم. ضمن اینکه فیچرهاش کامله 80%، یعنی 80% یه دونه کارت گرافیک سری GTX که اصلا این سری Max Q Design هست و واسه کارهای گرافیکی درست شده عمل کرده و فوق العاده عالی. واقعا ازش لذت بردم و میدونم که توی این ویدیو واقعا یه دونه لپتاپ خوب با قیمت مناسب معرفی کردم. میدونم 20 میلیون تومان به دهن راحت میاد، هزینه زیادیه، ولی خب بچه ها الان دیگه قیمت در همین حدود است. اگر بخواید یکم حرفه‌ای در عمل بکنید باید برید روی 30 میلیون و 35 میلیون تومان. اگر بخواید از سری MX استفاده نکنید، مثلا گرافیکتون سری GTX باشه یا سری RTX باشه که اونها دیگه خیلی قیمتاش واقعا نجومیه با این سطح درآمدا، ولی این یه لپتاپ کاملا مطلوبه و توی توضیحات همین ویدیو هم همین پایین براتون دقیقا پارت نامبرش رو هم میذارم که اگر خواستید بتونید برید بخرید و حالش رو ببرید. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با من بودید. واقعا ازتون ممنونم که من رو حمایت میکنید. لطفا فراموش نکنید که چنل من رو سابسکرایب بکنید و کامنت هم فراموش نشه تا ویدیو بعدی.